بار دیگر رجوع کردن به قصه صوفی و قاضی. گفت صوفی در قصاص یک قفا سر نشاید با دادن از اما. خرقه تسلیم اندر گردنم، بر من آسان کرد سیلی خوردنم. دید صوفی خصم خود را سخت زار، گفته اگر مشتش زنم من خصم بار، او به یک مشتم بریزد چون رساس. شاه فرماید مرا زجر و قصاص. خیمه ویران است و بشکسته وتد، او بهانه می جوید تا در فتد. بهر این مرده دریق آید دریق، که قصاصم افتدن در زیر تیغ. چون نمی توانست کف بر خصم زد، از مشان شد کشوی قاضی برد. که ترازوی حق است و کیلش، مخلص است از مکر دیو و حیلش. هست او مقراض احقاد و جدال، قاطع جن دو خصم و قیل و قال. دیو در شیشه کند افسون او، فتنه ها ساکن کند قانون او. چون ترازو دید خصم پرتمع، سرکشی بگذارد و گردد تبع. ور ترازو نیست گر افزون دهیش، ارقسم راضی نگردد آگهیش. هست قاضی رحمت و دفع ستیز، قطره ای از بحر عدل رستخیز. قطره گرچه خرد و کوته با بود، لطف آب به بحر از او پیدا بود. از غبار ار پاک داری کله را، تو ز یک قطره ببینی دجله را. جزوها بر حال کلها شاهد است، تا شفق غماز خورشید آمده است. آن قسم بر جسم احمد راند حق، آنچه فرمود است کلا و شفق. مور بر دانه چرا لرزان بودی، گر از آن یک دانه خرمندان بودی. بر سر حرفا که صوفی بیدل است، در مکافات جفا مستعجل است. ای تو کرده ظلم ها چون خوشدلی، از تقاضای مکافی غافلی. یا فراموشت شده است از کرده هات، که فرو آویخ غفلت پرده هات. گرنه خصمی هاستی اندر قفات، جرم گردون رشک بردی بر صفات. لیک محبوسی برای آن حقوق، اندک اندک عذر می خواه از حقوق. تا به یک بارت نگیرد محتسب، آب خود روشن کن اکنون با محب. رفت صوفی سوی آن سیلی زنش، دست زد چون مدعی در دامنش. اندر آوردش بر قاضی کشان، کینخر ادبار را برخر نشان. یا به زخم دره او را ده جزا، آنچنان که رای تو بیند سزا. کان که از زجر تو میرد در دمار، بر تو تاوان نیست آن باشد جبار. در حد و تعذیر قاضی هر که مرد، در حد و تعذیر قاضی هر که مرد. نیست بر قاضی زمان کو نیست خورد، نایب حق است و سایه عدل حق. آینه هر مستحق و مستحق، کو ادب از بهر مظلومی کند. نه برای عرض و خشم و دخل خود، نه برای عرض و خشم و دخل خود. چون برای حق و روز عاجل است، گر خطایی شد دیت بر عاقل است. آنکه بهر خود زند او زامن است، وان که بهر حق زند او آمن است. گر پدر زد مر پسر را و بمرد، آن پدر را خونبها باید شمرد. زان که او را بهر کار خیش زد، خدمت او هست واجب بر ولد.
چون معلم زد سبی را شد تلف بر معلم نیست چیزی لا تخف کان معلم نایب افتاد و امین هر امین را هست حکمش همچنین نیست واجب خدمت استاد برو پس نبود استاد به زجرش کار جو ور پدر زد او برای خود زد است لاجرم از خونبها دادن نرست پس خودی را سر ببر ای ذوالفقار بی خودی شو فانی درویشوار چون شدی بی خود هر آنچه تو کنی ما رمیت و از رمیتی آمنی آن زمان بر حق بود نه بر امین هست تفصیلش به فقه اندر مبین هر دکانی را سودایی دگر مثنوی دکان فقر است ای پسر در دکان کفشگر چرم است خوب قالب کفش است اگر بینی تو چوب پیش بزازان قز و ادکن بود بهر گز باشد اگر آهن بود مثنوی ما دکان وحدت است غیر واحد هر چه بینی آن بت است بت ستودن بهر دام آمرا همچنان دان کلغرانی قل علا خاندش در سوره و نجم زود لیک آن فتنه بود از سوره نبود جمله کفاران زمان ساجد شدند همسری بود آن که سربر در زدند بعد از این حرفیز پیچاپیش و دور با سلیمان باش و دیوان را مشور این حدیث صوفی و قاضی بیار وان ستمکار ضعیف زار زار گفت قاضی سبت العرش ای پسر تا برو نقشی کنم از خیر و شر کو زننده کو محل انتقام این خیالی گشته از اندر سقام شرع بهر زندگان و اغنیاست شرع بر اصحاب گورستان کجاست آن گروهی کس فقیری بی سرند صد جهت زان مردگان فانی ترند مرده از یک روز فانی در گزند صوفیان از صد جهت فانی شدند مرگ یک قتل است و این 300,000 هر یکی را خونبهایی بیشمار گرچه کشت این قوم را حق بارها ریخت بهر خونبها انبارها همچو جرجیسند هر یک در سرار کشته گشته زنده گشته 60 بار کشته از ذوق سنان دادگر می بسوزد که بزن زخمی دگر والله از عشق وجود جان پرست کشته بر قتل دوم عاشق‌تر است گفت قاضی من قضادار حیم حاکم اصحاب گورستان کیم این به صورت گر ندر گور است پست گورها در دودمانش آمده است پس بدیدی مرده اندر گور تو گور را در مرده بین ای گور تو گرز گوری خشت بر تو افتاد عاقلان از گور کی خواهند داد گرد خشم و کینه مرده مگرد هین مکن با نقش گرمابه نبرد شکر کن که زندهی بر تو نزد کان که زنده رد کند حق کرد رد
خشم احیا خشم حق و زخم اوست، که به حق زنده است آن پاکیزه پوست. حق بکشت او را و در پاپچش نمید، زود قصابانه پوست از وی کشید. نفق در وی باقی آمد تا معاب، نفق حق نفود چو نفخه آن قصاب. فرق بسیار است بین النفختین، این همه زین است آن سر جمله شین. این حیات از وی برید و شد مزر، وان حیات از نفخ حق شد مستمر. وان حیات از نفخ حق شد مستمر، این دم آن دم نیست کاوید آن به شهر. هین براز این قعر چه بالای سر، نیستش برخر نشاندن مجتهد. نقش هیزم را کسی برخر نهد، برنشست و نه پشت خر سزد، پشت تابوتیش اولاتر سزد. ظلم چبود وضع غیر موضعش، هین مکن در غیر موضع زاویهش. گفت صوفی پس روا داری که او، سیلیم زد بی قصاص و بی تسو. این روا باشد که خرخرسی قلاش، صوفیان را صف اندازد بلاش. گفت قاضی تو چه داری بیش و کم؟ گفت دارم در جهان من 6 درم. گفت قاضی 3 درم تو خرج کن، آن 3 دیگر را به او ده بی سخن. زار و رنجور است و درویش و ضعیف، 3 درم در بابیدش تره و رغیف. بر قفای قاضی افتادش نظر، از قفای صوفی آن بود خوبتر. راست می کرد از پی سیلیش دست، که قصاص سیلیم ارزان شده است. سوی گوش قاضی آمد بهر راز، سیلی آورد قاضی را فراز. گفت هر 6 را بگیرید ای دو خصم، من شوم آزاد بی خرخاش و وزم.